اگه من بخوام راجع به زنهای تاثیرگذار تو زندگیم حرف بزنم، قاعدتا تعداد خیلی بیشماریه، چون در دورهای مختلف اینا عوض میشن دیگه، میدونی؟ اون قدیمی ها میمونن، باز یه چیزایی بهشون اضافه میشن. چون اگه بخوایم که فقط روی یه نفر متمرکز باشیم، معلومه که خودمونم همونجا گیر کردیم. اگر نه که خب با عقاید مختلف و روحیه‌های مختلف و سن‌های مختلف آدم‌های زیادی میتونن رو آدم تأثیر بذارن. اولین زن تأثیرگذار تو زندگی من مادرم بود، هنوزم هست. یه آدم پیشرو، مدرن، جسور و جالب و مهربونی بود که خیلی چیز ازش یاد گرفتم و بهترین خصلتش این بود که منو همون جوری که هستم میپذیرفت، دوست داشت، احترام قائل بود و به هم خیلی کمک میکرد که اعتماد به نفس داشته باشم و حرفم رو بزنم و نترسم از این که حرفم بزنم. این خودش خیلی مهم بود. نفر بعدی که رو من اثر گذاشت که توی یه کلاس ادبیات، روزی که فروغ از دنیا رفت که من مثلا حدود 13 سالم بود، معلم ادبیات ما اومد گفت که، یعنی یکی از یه دوست همکلاسی خیلی باهوش و جذابی داشتم که اونم یکی از آدمای تاثیرگذار تو زندگی من بود به اسم سرور، گفت که آقای معلم میدونین فروغ امروز فوت کرد؟ گفت چه خوب شد که فوت کرد، دنیایی رو از لجنزار وجودش آزاد کرد، راحت کرد. من با این جمله اسم فروغ رو شنیدم. خب کوچک بودم موقع برای اینکه اصلا فروغ رو بشناسم، ولی خب اون دوستم آدم خیلی جالب بود، اونم همسن بودیم، ولی اون به هر حال این خبر رو شنیده بود و من تازه بعد از اون رفتم دنبال فروغ ببینم اصلا فروغ کی هست. حالا تو 13 سالگی که انقدر درکی ازش نداشتم، ولی خیلی زود وقتی که دیگه مثلا 15 سالم بود وارد هنرستان شدم، دیگه فروغ شد همزاد من تا کنون. خیلی از کارام هم هست که شعرهای فروغ رو توش نوشتم یا تحت تاثیر شعرهای فروغ کار کردم و فروغ یه رول خیلی مهمی تو زندگی در واقع هنری من داشت، یا اساساً دیدگاهم. یکی دیگه از کسایی که در 18 سالگی باش آشنا شدم و خیلی برای من اهمیت داشت و داره و خواهد داشت، پری صابری بود که و هست همیشه، که به هر حال اونم یادم پیشرو بود، یادم متفاوت بود، یه آدم با جرأت و جسارت بود و با وجود اینکه فاصله سنی شاید 20 ساله با هم داشتیم، ولی یه آدم خیلی دموکراتی بود و یه جورایی انگار که دوست همسنی، و این همیشه موند و من خیلی ازش یاد گرفتم. برای اینکه عاشق کارش بود و بی توجه به اینکه چه رفتاری ممکنه باش بشه، کارش انجام میداد و خوبم انجام میداد و استثنایی بود. اون موقع که ایشون کارگردانی تئاتر میکردن که مثلا 2 یا 3 نفر بیشتر نبودن به عنوان کارگردان زن، شد یه نفر دیگه غیر از پری صابری. و بعد به مرور طبیعیه که کسای دیگه‌ای که ازشون کتابایی می‌خوندم یا با شخصیتشون آشنا می‌شدم و اون جوابی بود برای سوالای من، اونا خیلی اهمیت زیادی پیدا کردن. از جمله یکی از این کسایی که تو زندگی من خیلی اهمیت پیدا کرد، سیمون دوبوار بود که کتاب جنس دومش به هر حال بسیار خوب خیلی چیزا رو تحلیل میکنه، مخصوصا برای اون دوره‌ای که اون داره این حرفا رو میزنه، خیلی دوره خاصی بود دیگه. به هر حال از اونم خیلی چیزا یاد گرفتم. یه نفر دیگه که باز خیلی خیلی رو من تأثیر گذاشت، نوال السعداوی بود، یه نویسنده و پزشک مصری که من کتاب چهره عریان زن عرب رو خوندم ازش و تو اون به مصائب در واقع زنها تو کشورهای عربی، و یکی از موضوعهایی که خیلی مهم بود توی اون کتاب، من اصلا باش آشنا شدم، خیلی هم جوون بودم، اصلا فکر نمی کردم همچی چیزی وجود داشته باشه، ختنه زنها بود که متوجه شدم واقعا چه رفتار
غیر انسانی و خشنی با زن اتفاق میفته. و بعد کسای دیگه‌ای که باز برای من جالب بودن، کاترین کبیر بود که این آدم مثلا در 14-15 سالگی میومد روسیه و اونجا از یه کشور دیگه، اصلا نه روس بود نه متعلق به اونجا بود و میموند با وجود اینکه روس نبود. بعدن یکی از ملکه های مقتدر و مثبت اونجا میشد، چون تو دوره اون اتفاقات خیلی خوبی توی روسیه از همه نظر افتاده. و در این حال باز الیزابت اول که اونم در یه شرایط سختی ملکه انگلستان میشد و باز یه تأثیر خیلی خوبی تو اون کشور میذاشت. تو دوره هر دوی اینا هنر، فرهنگ، آموزش پیشرفت میکرد و در خیلی چیزهای دیگه هم پیشرفت میکردن و کشت و کشتار هم در دوره اینا کمتر بود نسبت به پادشاهان مرد. اونم برای من خیلی جالب بود که این دوتا زنی که در یه شرایط خیلی غیر عادی به قدرت میرسیدن، چه چیزی به اینا کمک میکرد که اینا بتونن دووم بیارن و بتونن تو اون فضای مردونه کارشونو پیش ببرن و بازم مثبت باشن و تأثیر خوب بذارن. یکی دیگه از کسایی که باز برای من خیلی جذاب بود هانا آرنت بود که به هر حال یه تمی رو مطرح کرد که قبلا هیچ کس به اون فکر نمی کرد، یعنی در واقع عادی شدن ابتذال یا عادی شدن شر یا عادی شدن بدجنسی و روزمرگی که می بینیم که تو خیلی از کشورهای وحشتناک چقدر این ماجرا معنی داره و اتفاق می افته. و بعد یکی دیگه از این آدم ها که خیلی برای من جالب شد و همچنان همه اینا میشن، مریم میرزاخانیه که باز از چه شرایطی رفت تو چه شرایطی و چه کارهای مهمی انجام داد در ریاضی و اونجوری به طرز ناراحت کننده از این دنیا رفت که خب خیلی اون چیزی که مشترک بود بین تمام این زنها جسارت، پیشرو بودن، استقامت، مقاومت و اعتماد به نفس و علاقه به اون کاری که داشتن و گریز از معمولی بودن و تن دادن و سازشکاری و رضایت دادن به اون شرایطی که توش هستن، یعنی بخوان که اون شرایط رو تغییر بدن. اینا برای من خیلی اهمیت داشت. برای همین من کلن از بچگی بیوگرافی هم میخوندم، خیلی چیزا میخوندم، بیوگرافی هم میخوندم. همیشه برای من مهم بود که آدم ها مثلا تو شرایط سخت چه عکس العملی از خودشون نشون دادن، چطوری مقاومت کردن و تا کجاها تونستن پیش برن. البته این کسایی که مثال زدم یه تعداد در واقع خیلی مختصری از اون همه زنیه که توی زندگی رو من اثر گذاشته، ممکنه همکلاسی بوده با یه جملهش منو تکون داده، ممکنه مثلا یه آدم معمولی بوده، همه اینا رو من اثر گذاشته و میتونم بگم که اصلا هر چی در وجودم دارم از این تأثیراتی که گرفتم، البته از مردم همینطور، ولی حالا چون داریم راجع به زن ها صحبت میکنیم من میتونم راجع به این آدم رو حرف بزنم.